بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروزی ما شما Adult Primary Brain Tumors می باشن. خب ما از شما پرسان کنم، دکتر صاحب نجلا میگه، دکتر صاحب نجلا به نظرتان Primary Brain Tumor زیاد باشه یا متاستازا به Brain Tumor زیاد باشه یا یکی مساوی هستن تقریبا؟ به نظر ما میتاستاز شاید زیادتر باشه. کی دیگه کیش فکر میکنه؟ میتاستاز زیاد است. متاستاز زیاد است. خب باز امیره پیدا بکنین، درست است که کدام زیاد است؟ پرایمری زیاد است یا متاستاز زیاد است یا ای که هر دوش مساوی می باشن؟ و دیگه ای که تو دوال باید پرایمری باشه، باز میتاستاز بتاریم. نه 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 از دیگه جای میتونه که متاستاز بیاری؟ به لیور متاستاز زیاد می باشه، در ترین دیگه نمیخوام در لیور متاستاز زیاد می باشه. باید دفعه سرچ کنه نمیره، درست است؟ یک دفعه ببینیم. دوشی خانده بودیم که میتاستاز زیاد. سعی است در درس بعدی باز پرسان میکنم، درست است؟ امیر یک جستجو بکنین، درست است؟ و یکی هم جستجو بکنین که وقتی که متاستاز به تو به برین داده میشه در کدام موقعیت می باشه؟ این میتاستازا در برین در کدام موقعیتش میتونه صورت بگیره؟ ایرم از بیشتان پرسان میکنم، دو نقطه است دیگه بازی را پیدا بکنین. گری وایت ماتر جنکشن بود نه؟ خیلی دکتر سبیاد دارن در گری وایت ماتر جنکشن می باشه. جنکشنی که بین وایت ماتر و گری ماتر است در مو جنکشن میتونه میتاستازا به برین چی صورت بگیره. خب بیاین این حال بالای درس اصلی ما که Adult Primary Brain Tumors می باشه، یعنی Primary Brain Tumor هایی که در Adult هستن، درست است؟ اینا از نگاه موقعیت شما میتونین که ایت یک چیز گفته شوه، اینا موقعیت سپرا تنتوریال داره. دکتر سمیمال Adult Primary Brain Tumor ها کدام موقعیت داره؟ اکثریتشان؟ سپرا تنتوریال داره اکثریتشان. باز ما شما Childhood پرایمری برین تومورا را هم میخوانیم، چایلدهود در صفحات بعدی است. با در چایلدهود که از دکتر سیبا اکثریت تومورایی که در چایلد میباشه موقعیتشان چه قسم است؟ انفراتنتوریال است. چی میباشه؟ انفراتنتوریال میباشه. ما ایتو میفهمیم یک چیز نمانه که را یاد کردیم، میگه وقتی که ادالت باشه یعنی سن کلانتر میباشه، نه؟ سپرا دیگه بالا منا میتنه، اما تو منو میته بله همیشه که به این شکل در نظر بگیرید، چایلدهود انفرا این پایین منو میته به این شکل یاد بگیرین، درست است؟ باز یک چیز دیگر خود خواندین به نام کرانیو فرنجیما. کرانیو فرنجیما که از او در چایلدهود است باز او موقعیت سوپراتنتوریال داره، یعنی ای یک رول نیست که برای تمامش اپلای شود، اما یک چیز بسیار خوب است از نگاه موقعیت. بعضن پرسان میکنه کسایی که پدوما خوانده باشه در اوجا باز وقتی که دسکریپشن میکنه جنرال پرنسپل هایی که در باره برین تومور هستن دیگه یکش شمیسته، این هم در ذهنتان باشه. این حال بیاین در بخش تومورا که کلاسیفای شده تومور، بعد از او دسکریپشنش و بعد از او از نگاه هیستولوژیک بیان شده. اینجا هم دکتر سیبا مثل ازی که بعض درسای قبلی که ما شما داشتیم یک مقدار خوانده بودیم، چیزایی را که یک مقدار به کانسپت ارتباط داشت و یک مقدار هم به میمورایزینگ. اینجا معمولا یک چیز است شما باید را بعض جایی که نیاز میشه باید یاد بکنین 100%. حتی بعضا در خود کانتنت سوال می آید، بعضی از بازورد ها می آید که با استفاده از او شما میتونین که سوال حل بکنین. اول جی بی ایم است که به نام گلایو بلاستوما مالتیفورم یاد میشه. خب ایره جی بی ام میگه، جی بی ام گلایو بلاستوما مالتیفورمی میباشه، صحیح است؟ یه از نگاه دسکریپشن ببینین گریت 4 استروسایتوما است. چی میباشه؟ گریت 4. دکتر صاحب ایمال پرسان بکنیم، یکی ما گریت داشتیم یکی هم استیج داشتیم، تفاوتشان چی بود؟ چی رو بریمان نشان میداد گریت، چی رو بریمان نشان میداد استیج؟ در پاتولوژی خوانده بودیم. دکتر سیم ایمال جواب بدن میشه. گریدینگ امو چی شد نشان بیدود؟
دیفرنشیشن رو نشان میداد. بله دیفرنشیشن از پرایمری ام ارگانیک و از جایی که ریپروداکشن. منشأ گرفته نه، از جایی که منشأ گرفته برای ما بیره نشان میده، بله از جایی که منشأ گرفته چقدر تومور شباهت داره یا نداره. شباهت داره نداره؟ به نظرتون دکتر سیبو ببینین اینجا وقتی که ما گلایو بلاستوما میگیم نه، گلایو بلاستوما میگیم اوریجن از این تومور که از گلایل سل می باشه. کدام گلایل سل است؟ از کجا منشأ میگیره؟ استروسایت. آه از استروسایت منشأ میگیره، جی بی ام. یک توموری خبیث است خو مالیگننت می باشه و از استروسایت منشأ میگیره. این حال از استروسایت که منشأ میگیره کتله را تشکیل میده، نه خود تومور است. این حال ببینین این کاتو زمانی که ما شما استروسایت هایی که در این ناحیه هست، در این مس هست، وقتی که ما ایره با استروسایت هایی که در برین از گلایل سل که در برین است، وقتی که ما مقایسه کنیم به نظرتان دکتر سبیمل شباهت می داشته باشه؟ گرید 4 است، شباهت می داشته باشه؟ نمی داشته باشه. نه به می خاطر ما میگیم یک تومور چی است، انظار خراب داره. در حالی که اگر دکتر سیبا ما قبلا براتون گفتم وقتی که ما استیج و گرید مقایسه میکنیم دیگه کدام باید اولویت بدیم به خاطر پروگنوز؟ نه استیج که است تی ان ام است عمدتا، نه تومور سایز است که لون می باشه و اینش هم نود است، نه ایمش هم میتست متاستاز میتاستاز می باشه لیف نود. لیف نود می باشه. این حال وقتی که ما گرید 4 از رو سایت ما میگیم، پس ای یک تومور است که ای از اصل جایی که از رو سایت است وقتی از یکی منشأ می گرفته باشه، وقتی که ما ایره مقایسه بکنیم این شباهت نداره، ایره به خاطر گریدی 4 ماندن. ای کمن است، کمن می باشه جی بی ام و مالیگننت است. ما کامن هایلی مالیگننت پرایمری برین تومور. د پرایمری برین تومور خو پرایمری اصطلاحش یعنی به معنی که از خود نسجایی که در خود مغز است از اون منشأ میگیره. پرایمری یعنی میتاستاتیک نیست. اول ما هم یک تومور رو خوانده رسیم. یا و د بین تومورایی که باز در برین مالیگننت است و کامن است. مالیگننت است و کامن است جی بی ام است. اینو باید بفهمید. خب و دیگه پروگنوزش یا سروایوول ریتش هم یک سال میباشه. این کسایی که می داشته باشه میدین سروایوول تایم فریمش یک سال است. یعنی به می خاطر میگن پروگنوز خراب داره، پروگنوزش خراب است. خب در کجا پیدا میشه؟ موقعش خیلی مهم است، باید از ذهنتان باشه. در همیسفرای سربروم پیدا میشه یا در نیمکره مغزی میتونه راست شه، در این ناحیه پیدا شه. و یک شکل دیگه ایش است که میتونه کراس بکنه دکتر سیبا. این دو دانه سربروم که است توسط کروپوس کالوزوم ارتباط داره نه دکتر سیب سایزاده؟ هر دو نیم کره بله. کورپوس کالوزوم ها ارتباط داره، یک نوع ازی هست عبور میکنن. صحیح است، یعنی یک کورپوس کالوزوم ها جی بی ام عبور میکنن. ایره به نام بترفلای گلایوم آیات میکنن. بترفلای یک چیز است نه؟ دو نیم کره یک چیز است نه؟ بترفلای چی رو میگه؟ بترفلای پروانه رو میگه؟ پروانه رو میگه نه؟ پروانه که هست دو دانه دو طرفش هست. دو طرفش اگر ما یه را تشبیه بکنیم به چی؟ به نیمکره های مغزی یا به سربرال همیسفر. وقتی که یه نمی جی بی ام اردو را دانه را بگیره مثل یک پروانه میشه دیگه، یعنی اردو نیمکره را باید گرفته به با این شکل کورپوس کالوزوم عبور کرده. ایره باترفلای گلایوم ها میگه. خب اسوسییشنش در بیس جنتیکی با چی هسته؟ با ای جی اف آر امپلیفیکیشن هست. ایرم در ذهنتان باشه اپیدرمال گروت فاکتور ریسپتور امپلیفیکیشن. خب شما میفهمید نه ای جی فار چی بود؟ تایروزین کاینز ریسپتور بود نه دکتر سمیمن؟ بله ای تایروزین کاینز ریسپتور از جی فار ای پدرمال گروت فاکتور ریسپتور. ای تایروزین کاینز ریسپتور است هر زمانی که ای ریسپتور البته فعال باشه باز در پرولیفریشن رول داره. زمانی که ما میگیم اینمی ریسپتور امپلیفای شده چی معنا میده؟ یعنی رشد زیاد شده نه؟ همونطور پرولیفریشن زیاد شده. زمانی که جی اف آر زیاد شد پرولیفریشن از استروسایت ها زیاد میشه. وقتی که زیاد شد میتونه ماس تشکیل بده، جی بی ام تشکیل بده. اسوسییشنش از بیس جنتیکی با امپلیفیکیشن یا با گین اف فانکشنی ای جی اف آر می باشه. به این شکل شما میشه که یاد کنید. قبلا هم گفتیم از نگاه هیستولوژیک اوریجنش میگه از استروسایت است و شما میفهمین مارکر از استروسایت ها چی است؟ جی اف ای پی است یا گلایل سلا. مارکر جی اف ای پیز نه گلایل فبریلری اسیدیک پروتین پوزیتیو می باشه.
از نگاه هیستولوژیک زمانی که اینمی جی بی ام شما ببینید به چه شکل دیده میشه؟ به شکل سودو پالاسایدنگ پولیومورفیک تومور سلز دیده میشه. ما از دکتر صاحب سایزاده رو پرسان کنم، پولیومورفیک چی معنا میده؟ پولیومورفیک چندین شکل چندین شکل می باشه. حجرات توموری اکثرا وقتی که ملک چی باشه، زمانی که از نگاه دیفرنشیشن پورلی دیفرنشیتد باشه یا آناپلاستیک باشه باز پلیومورفیک هستن، یعنی از نگاه سایز از نگاه شیپ با همدیگر تفاوت دارن. وقتی که دو تا نوجه رو میبینی از بین همدیگه حجرات که در یک کتله قرار دارن یا در یک اوما هستن در یک مس هستن دیگه، باز اینا چی میباشه؟ از نگاه شکل و از نگاه قواره و از نگاه سایز با همدیگر تفاوت داره. اینا میگن پولیومورفیک تومور سلز. چرا سودو پالاسایدنگ میگه دکتر سیب؟ این اصطلاح استفاده کرده. سودو پالاسایدنگ این معنا رو میده دکتر سیب، متوجه باشین، یعنی در زمانی که ما دمو کتله ببینیم بعضی از نوایی است که اون نوایی چی از نکروتیک است، یعنی در این دوچار نکروز شده، در اطرافش باز ما شما چی داریم؟ مجرات پولیومورفیک تومور سلز را داریم. یعنی این منظره رو به نام چی یاد میکنه؟ سودو پالاسایدنگ پولیومورفیک تومور سلز. صحیح است؟ بله. این تکچی سودو پالاسایدنگ به خاطر از این میگه که یعنی از تا که از مثل مثل که ردیت شده باشه، مثل که ردیت شده باشه با طرف سای نیکروتیک به شکل قرار داره. یعنی این اصطلاح رو یادتان بگیرین. خب از سوال ها میگه یعنی میگه داخل کانتنتش میگه از نگاه استالوجیک تو میتونی سودو پالاسایدنگ تومور سلا رو پیدا کنی یا سودو پالاسایدنگ پولیومورفیک تومور سلا رو پیدا بکنی. این میشه که شما رو مستقیم به طرف جی پی ام. ما قبلا یک قانون خوانده بودیم، این گفتیم هر چی که داخلش اوما داشته باشه بیناین می باشه. اما تو بود آل دیجا صدق میکنم گپ نه دیگه صدق نمیکنه به خاطر از اینکه هایلی مالیگننت هست، زود انسان رو میکشه، یک سال چی داره میدیان سروایوول داره نه دیگه، به خاطر دیجا صدق نمیکنه جی پی ام کس مالیگننت هست. خب اینجا برتان هم اینجا همون کپی که پیشتر برتان گفتم میگه حجرات توموری است که در یک ساحه که در بینش نکروز است در اطراف حجرات پلیمورفی قرار داره، بین نکراتیک می باشه. این منظره داره از نگاه هیستولوژی که یک نام سرش ماندن دیگه. میتونه که در جایی که تومور است همون کتله یک دو کتله هموراژ داشته باشه و حجرات اویه چیش درش کرده باشه یا مایکروواسکولار پرولیفریشن در اون ناحیه وجود داشته باشه. این هم از جی بی ام. اینجا پایین عکسایش هم برتون گفته ببین جا اکسایشه در اینجا نباده بخی اکسا، یعنی در این طرف هست نه، یعنی شکل ببین این یک نیم کره مغزی هست یعنی دیگه نیم کره مغزی هست، یعنی هم میدلاین می باشه. آیا یعنی جی بی ایمی که از چی نکده کراس نکده به نیم کره دیگه رفته نه به نیم کره دیگه یا کورپوس کالوزوم چی کده بس کرده ایره میگه باترفلای گلایوما دیگه. اینه اینجا رو ببینید دکتر صاحب، اینه از نگاه هستالوژیک هست، اینه زیاد که آبی آبی میبینین، اینه حجرات چی هست؟ پولیمورفیک هست؟ بله. اینجا هستایشان که آبی آبی میبینین به این معنی که اینجا مایتوتیک اندکسش بسیار بالاست، یعنی زیاد اینجا این قسم بسیار زیاد است، اینجا حجرات پولیمورفیک قرار داره، حجرات توموری، اینه ناحیه ناحیه نیکراتیک هست که باز اینه از اینجا که از هستایش که هست تو پردیشن کرده به طرف سای نکراتی گیره، باز منظرهش به نام سودو پالاسایدنگ پولیومورفیک تومور سلا ماندن. بیاین پس بالای دیگه تومور اولیگو دندرو گلایوما است، از نام شما میفهمین دیگه نه، یعنی توموری که از اولیگو دندروسایت منشأ میگیره چون در نامش اولیگو دندرو گلایوما را داره، یعنی اوریجنش اولیگو دندرو سایت ها میباشن. خب یه میگه ریار است از نگاه اینسیدنس ریار است و یک تومور است که رشش هم سلو می باشه. خب در کجا موقعیتش در کجاست؟ اولیگودندروگلایوما را در فرانت لوب است، این ایرم میشه که در ذهنتون بگیرین بیشتر در فرانت لوب است، بیشتر جا اکسا که دیدین که در فرانت لوب یک ماس یک کتله وجود داشت و ماس اکسا چی می باشه؟ کلسیفای می باشه یا سفید می باشه. شما می بینین در اینجا یعنی چی هسته؟ یک منظره هسته، یعنی دو دانه نیم کره هسته، این طرف یک نیم کره، این طرف دیگه نیم کره، یعنی یک ماس در اینجا قرار داره در فرانتر لوب، اکثرا میتونه کلسیفای باشه. خب از نگاه هیستولوژیک چه قسم منظره داره؟ قبلا شما در بخشی که ما معرفی میکردیم نیورولوژی را نخوانده بودین که اولیگودندروسایت که از شکل فراید ایگه داره؟ خوانده بودین نه؟
بله استاد. آه خوانده بودین. ببین میگه به خاطر میگه که از نگاه چی هم که هسته انت یک فراید اگه پیرنس داره مثل از ای که چی باشه مثل که تخم باشه نه تخم که زردی داره با اطراف چی هسته سفیدی است ایجا میگه راوند نوکلیاس داره اما قسمت هایی که زردیش هست مثل که هستایش که چی باشه راوند باشه یا شکل گرده داشته باشه در اطرافش هم میگه کلیر سایتوپلازم داره. کلیر سایتوپلازم هدفش سفیدی تخم است که سفیدی است یا کلیر است نه؟ همون توست؟ این را میگن کلیر سایتوپلازم بله یک منظره را داره. دیگه یک چیز دیگر هم براتون گفته چک این وایر کپیلری پاترن. یک منظره هم براتون میشه که بیان بکنه. مثل از اینکه نه چی پخته میکنی؟ تخم پخته که میکنی باز رومی هم دوینش میندازی نه؟ یک شکل شما در ذهنتون بگیرید که باز بعضا گفتم امی صلاحات بیان میکنه. فرایدی که پیرنس یا چیکن وایر کپیلری پاتون خب تو مورد دیگه مننجیوما است از نامش پیداست نه مننجیوما هدفش مننج از دیگه کدام ناحیه مننج از کدام مننج منشأ میگیره مننجیوما از آرک نوید سلا منشأ میگیره از کدام مجرات مننج آرک آراکنوید. نوید منشأ میگیره بسیار مهم است تو اینو پرسان میکنه بعضی مننجیوما میگه از کجا منشأ میگیره یک سوال است ده چی برتان داده باز منشه تومور هم از پشتان پرسان میکنه آرک نویت میباشه یا کمان از دکتر سیبی تومور است که بیشتر در زنه هسته تومور منجوی ما در زنه هسته و میخاطر می خانم دیدیم ریزک دیجا در علیابات خود دیتراپی نمیشه دیگه اونه باز او را پس همی کشته بود تومور منجوی ما داشت پس یک زنه که در زنه که بود پس دوباره رشد کرده بود کلان شده بود تومورایی که در برین است اکثرا باید هم ریزک شود باید هم رادیوتراپی شود تا اینکه پس دوباره کلان نشه و رشد نکنه خواهی به خاطر چی مننجیوما در خانما هسته بیشتر انسیدنسش و چون استروژن داره خانما ای آخذای استروژن هم میتونه زیاد اکسپریشن کنه مننجیوما استروژن ریسپتور را یه باز به خاطر پس دوباره رشد زیاد میتونه بکنه دیگه کمان است میگم و بیناین یک دموری بیناین است در فیمیل بیشتر است بیشتر برتون گفتم نظر به میل بیشتر است و ای اکسترا اگزیل لوکیشن داره یعنی خارج از برین تیشو یا برین پارانکایما می باشه چرا در میننج از دیگه نه؟ همون تو آنامه تنه؟ میننجوی ما این خارج است بله پرانشی همی مغز می باشه و دیگه یک دورال تشمین می تانه داشته باشه این میگن تل داره دورال تل داره می تانه داشته باشه و اسپتوماتیک است بعضا میگه اسپتوماتیک است آفین اسپتوماتیک می تانه باشه و اما می تانه سیجر هم در بیسی تومور سیجر به وجود بیا یا انفوکا نیورولوژیک ساین تشکیل شده چون مس از دیگه مس می تانه بالای ساختمان هایی که در اطرافش از دنواییش است فشار وارد بکنه و فوکال نیورولوژیک ساین ها را تشکیل بده دیگه باید چی شود ریزک شود و همچنان گفتم باید رادیو تراپی شود هم ریزکشن کشیده شود تومور تا جایی که تواناییش است کشیده میشه تومور را متو میکنن خب تا جایی که چی میکنن میتونن میکشن دیگه بعد از باز رادیو سرجری باید شود رادیو تراپی خب اینجا از نگاه استالوجی گفته که یعنی کار پاتولوژیست است شما فقط یاد بکنن دکتر صاحب درست است ما شما پاتولوژیست نیستیم اما گفتم بعضن در داخل سوال میاره بعضن از نگاه استولوژیک عین کلمات همیشه که بیاره یا کم اکسپاند کنه معنایش بیاره دیگه با استفاده از او هم میتونه یک کلو باشه به خاطر از اینکه به جواب سوال شما برسین میگه اجرات اسپندلیس یعنی می تومورا من جومن کاتالاتی که دیگه قرار داره اجرات اسپندلیس میگه کانسنتریکلی ارنج ار ان ا هول پترن مثل که این تو تاو خورده باشه دکتر مثل گوتک که تار بره این یک منظره داره اینا منم چیت میکنه قبلا شما خوانده بودین یعنی می منظره منم چیت میکنه سموم آبادی سموم آبادی زیاد میگنه اجسام سموم ها که هست ایره لامینیتد کلسیفیکیشن میگه یا کلسیفیکیشن های طبقه ایره چند دانه تومور وجود داشت دکتر سیب کی میگه مرتضا میگه در تومور هایی که سموم چهار مکمل کل ایش سوال امتحان ام بی امیس اصل امتحان هست یو بول دم نه یعنی در اصل امتحان میتونه برتان تکرار بیاده کدام کاندیشن ها سموم آبادی است موجود می بود دکتر سیب کی میگه مرتضا میگه دکتر دکتر آه با این دکتر سه مرتضی بگه باز اگر اونا فراموش کردن کسایی که یاد دارن پپیلری تایراید کانسر دیگه آفرین به شک یعنی سوال امتحان تان از دیگه سلام میننجیوم است و دیگه پاپیروس سیستادینو کارسینومای اوواری آفرین به شک دکتر سه مرتضی سیروس یعنی سوال امتحان تان است سیروس سیستادینو کارسینومای اوواری دیگه یک چیز دیگه هم هست به نظر میاد نیست میننجیوما میزوتیلیوم آفرین دکتر سیب برانگا میزوتیلیوم این هم سوال امتحان تان است میزوتیلیوم ببینید دکتر سیب مرتضی پپیلری تایروید کانسر با چی داشت اسوسییشن داشت
با چایلدهود ریدیشن اما تو بدنه کسایی که چه ریدیشن میگرفت در خورترکی باز پسان میتونست کانسرای تایراید دیولپ کنه و از کانسرای تایرایدش هم شکل پاپیلریش با ریدیشن سوال امتحان تان است به خاطر پرسان کردم اینه میزوتولیوما باز در چی به وجود میامد؟ دست بیستوز؟ دست بیستوز اسبستوس میتونست به وجود بیانه میزوتولیوما که هسته در بیس اسبستوس میتونست تشکیل شود. ها این در نظر داشته باشه یعنی میزوتولیوما همیشه میتونه در بیس اسبستوس تشکیل شود و اسبستوس هم شما قبلا این را چی کرده بودین؟ خوانده بودین. یعنی چهار کاندیشن هیچ وقت دست ما بادی فراموش نکنین. این اسامی است که شکل گوتک تار باری می باشه. شکل گوتک تار به این معنی که طبقه طبقه بالا همدیگر قرار داره را میگن لامینیتد کلسیفیکیشن. خب بیا اینجا دیگه کدام چیز که البته داده که چی کده اینه میبینین اینه شکل چی برتان گفته بود نه فراید اگ گفته بود شکل فراید اگ ببینین از نگاه استالوجی اینه بینش مثل زردی تخم هسته هسته میباشه اطراف سفید نیسته مثل چی تخم واری کلیر سایتوپلازم نداره سایتوپلازمش کلیر هستی را میگه فراید اگ بیارین ای ده کدام چی بود ده کدام تومور بود ده اولیگودندروگلیوما بود یعنی اکستراکزیال از دکتر است یعنی تومور که از به شکلی که نشان داده اکستراکزیال است خارج از پارانشیم مغز است یعنی دو طرف که سفیدی نشان داده که رفته ای تل می باشه دو می چی میشه میگن تل است نه تل اف دی دورال دورال تل میگیره تل اف دی دورا دورال تل یعنی یک مینینجیوم است که دورا داره ای اکسترا موقعیت اکسترا اکسیال داره یعنی نو لامینیتد کلسیفیکیشن نیست مثل گوتا که تار تاو خورده نیست ای از درقت از چی گرفته برتون یعنی از یک ماسی که هسته این ماس با وقتی گرفته شده با ایفسی زیر مایکروسکوپ ببین کسایی که چی میکنن نه ریزک میکنن دیگه ریزکشن که میکنن در پاتولوژی روان میکنن در پاتولوژی که روان میشه باز دیده میشه که چی هسته چه قسمت از نگاه مو مشخصاتی که داره باز میبینن کدام تومور هسته دیگه همانجیو بلاستوماس اینا کلش ادالت است خب در ادالت پرایمری برین تومور است هم انجیوبلاستوما را اگر یادتان باشه با کدام فکومتوس خوانده بودین که میتونست اسوسییشن داشته باشه هم انجیوبلاستوما با او کدام فکومتوس بود؟ با VLD آه VHL نه؟ Vocal Handle Disease VHL آه میتونست هم ریتینلش باشه هم سربیلرش باشه حتی میتونست سپاینلش هم باشه نه؟ ریتینال سربلر اسپاینال هم انجیوبلاستوما میتونیست باشه به خاطر چی زمانی که اگر VHL جنش تلت میشد دیگه هایپوکسیا ایندیوسیبل فاکتور 1 ایکی است یوبیکوینیت نمیشد دیگه یوبیکوینیت که نمیشد باز میتونیست انجیو جنزیس بتنه و انجیو جنزیس دیست تشکیل هم انجیوبلاستوما میتونیست شوه خب ببینین اینجا براتون هم بازم میگه موز کمان هیمنجیوبلاستوما سربلر می باشه یعنی در برین که هست میتونه در قسمت سربلومش به وجود بیه در قسمت سربلومش اسوسیشنش میگه با VHL سندروم است خب دکتر صاحب کی میگه باشن که ما وزیج رو پرسان کنم دکتر صاحب فردینه میگه VHL در کنار ازی که هیمنجیوبلاستوما داره دیگه کدام کامپوننت داره در خود داره این سندروم میتونه داشته باشه آ دکتر سفردینه حال باشین که پیشتر سری کمپیوتره که غریبانه مرش خندی که داره بدین خون سادم یه مادگم دارم پرسن بدین من نخوندم حتی کتاب نیست کنم نوکری باشم خیر باشه دکتر سفردینه بخوانین خیر است درست رو بخوانین رزی که میایین کم بخوانین انشاءالله چی میشه خوب میشه بسیار زیاد ببینین یکی بایلاتر را رینا بایلاترال رینال سل کارسینوما میداد دیگه چی میداد فیوکروموسایتوما میداد دیگه کی دیگه شمی بود هیمنجیوبلاستوما بود هم ریتینالش هم میشه که براتون بیاره سوال هم سربلرش یک چیز دیگه هم میتونست بتا که اسوسییشن با پانکریاس داشت چی بود پانکریاتیک سیست آه پانکریاتیک سیست میتونست بتا دیگه دکتر سمیمل جان یکی فیوکروموسایتوما جزش از یک وکومتوز دیگر هم خواهند این که هم فیوکروموسایتوما داشت چی بودو؟ میتانیز داشته باشن همه را با خود اسوسیشن
با کدام فک اومد دوست داشت فیو کروم سایت ما در کنار ویچل دیگه؟ NF type 1 بود. آه NF type 1 نیورو فایبرماتی سوال امتحانتان است. هم سوال امتحان یو اس ام ال هستن. فیو کروم سایت ما در چی؟ NF1 type 1 برات میاره. این سوال ها بسیار سوال ها از فیو فکومتو زیاد جور میشن. دیگه شما فیو کروم سایت ما رو در مین تا تو خوانده بودین یادتان است؟ در مین تو ای تو بی اردوش فیو کروم سایت ما داشت یادتان هستن؟ یادتان هستن؟ او را یادتان بیارین؟ دو هم میتانه شد. خواه بیوی میگه اسوسیشن داره با یل دیگه ریتن الانجیو ما گفتم میتانه در ریتینا هم هیمنجیو بلاست ما باشه ایره قبلا هم زیاد برتان تکرار کردیم هم در ریتینا هم در سریبیلوم چون اینجا بحث چی از دکتر سیبا برین تو مراز دیگه برا بیشتر دمو سریبیلوم برتان آوردن موست آفین میگه دمی ناحیه می باشن. خب یک چیزی که بسیار مهم است ای هم سوال امتحانتان است در ذهنتان باشه به شکل یک تاپیک انمی هیمنجیو بلاست ما ای کاتالات میتونه چی فراز بکنه اریتروپوئتین میتونه افراز بکنه اریتروپوئتین نورمال اریتروپوئتین است که جای افراز میشه نورمالی پری واسکولار ها همون تو بود ریتیبل کاپیلری آه پری تیبولار کاپیلری سلا نورمالی افراز میشه اینا رو چرا ما یک تاپیک میگیم یک تاپیک یعنی ما خارج از محل نورمالش یکی هیمنجیو بلاست ما ای پی افراز میکنه وقتی که افراز کرد دیگه سیکندری پولی سایت می آمده و بسیار زیاد میکنه دیگه کدام تومور یک تومور دیگر هم خوانده بوده اینه کارسینوما بود و هم ای پیو میتانیس افراز بکنه چی هست؟ RCC بود؟ رینال سل کارسینوما اینه رو برتان آورده دکتر سه اینه رو برتان یک دیگه سوال از میاره دیگه سوال RCC برتان آر بسیار زیاد میده ایران میمونی که آر بسیار از کجا زیاد شد اینه می در حقیقت خود تومور از گوجراتش به شکل یک تاپیک ای پیو ساختن دیگه میتونه تا RCC رو بیاره گفتم اوریجنش رو بگه پی سی تی ایش برتان میشه که بگه خب میگه اوریجن از این چون کلمه انجیو رو داره ویسل است بلد ویسل اوریجن داره دیگه انت یک منظره داره به نام کلوزلی ارنج 10 والد کپیلریز ویت مینیمال انتروینینگ پارانکایما با ایمانو که آیا بسیار زیاد است و در بینش مینیمال انتروینینگ پارانکایما در بینش چیزی که در بین اویا میباشه خیلی کم است یعنی چون اما اجتماعات چه میباشه انجیو میباشه یا اویا میباشه دیگه خب دیگه پیتویتری ادینوماست که پیتویتری ادینوما را کسایی که در بخش اندوکراین بودن دو بجرم یک مقدار ما خوانده بودیم نه گفتیم بعضی از کتالات می باشه در قسمت پیتویتری که اونا نان فانکشنال هستن نان فانکشنال به ایمان ها که کار نمی کنن. بعضی از کتالات هسته که یعنی چیزی افراز نمی کنن از بینشان فقط همون جای گرفته بعضی کتالاتش فانکشنال می باشه فانکشنال چی معنی میده؟ یعنی به ایمان ها که یک هورمون میتونه افراز بکنه ایوی ادوینوما یا تومورایی که در قسمت پیتویتریز گفتم میتونه نان فانکشنال باشه سایلنت میتونه باشه چیز از خود سیکرت نداشته باشه هورمونا بعضن میتونه هایپر فانکشن باشه کاتالاز هم جای گرفته و هم هورمون تولید میکنه هورمون پرودوسینگ میتونه باشه پس بیشتر گفتم نه کاتالاتی که فانکشن نداره این چیزی فراز نمیکنه اما جای میگیره دیگه جایی که گرفت ماس افکت تولید نمیکنه میکنه مثلا یک تو مثلا ببینید فرض مثال موست کمن پیتوتری ادینوما چی است موست کمنش پرولاکتینوما نبود پرولاکتینوما پرولاکتینوما چی معنا میده یعنی یک ای پرولاکتینوما هر چیز میتونه باشه مثلا از پرولاکتینوما از لاکتوتروف فجراتی که پرولاکتین تولید میکنه در انتریور پیتوتری لاکتوتروف هست یعنی بعضی از تومورها که از همین منشأ میگیره تومورا کلگش مونوکلونال است یعنی از یک اجرا منشأ میگیره یک اجرا زیاد شده میره اینا یعنی یک اجرا هست که زیاد شده برای در انقسام دو دانه دو دانه میشه یک اجرا باز دو دانه هر کدومش دو دانه دیگه میشه چهار دانه میشه باز دو چهار دانه چهار دو هشت میشه 16 هشت میشه اما تو پیش رفته میره ونه اینا وقتی که یک کتله را تشکیل داد یعنی می کتله میتونه یک جای بگیره دیگه یک چیز زیاد است میتونه یک جای زیاد بگیره یا پرولاکتینوما موسکم پیتویتر ادینوما فانکشنال از دکتر سی پرولاکتینوما می باشه یعنی کاتالات پرولاکتین است و جراتی از لکتوتروف منشأ گرفته پرولاکتین خود افراز میکنه خاینال ببین او تومورایی که با وجود یک چیز افراز نکنه نان فانکشنال باشه چون جای میگیره ماس افکت میتونه تولید بکنه یک از ارگانایی که فشار میده چی است یک از نوایی که فشار میده ویژوال پاتویز نه اپتیکایزم نیست اپتیکایزم چی میده پس دکتر سی بیمل وقتی که اپتیکایزم کامپرس شوه بای تمپورال همیانو پیو میتا یعنی دو ساحه ساحهی که در ویژوال فیلد تمپورال فیلد می باشه و ناحیه چی هست نمی باشه یا دیده نمی تانه چرا به خاطر از یک اپتیکایزم که هست جایی سه گفتم کراس میکنه فایبرهای نزل اما فایبرهای تمپورال که هست به شکل می رود
چون فایبرهای نیزل کراس میکنه، فایبرهای نیزل که از گفتم سای تمپورال هم میبینه، ویژوال فیلدی تمپورال هم میبینه دیگه، به خاطر بای تمپورال هیمیان و پیام میتونه تشکیل شود. دیگه دکتر سیباچی از یک چیز دیگه که باید یاد داشته باشین، گفتم این همی کتلات توموری که در پیتویتری می باشه نمیتونه که خون ریزی بتن، نمیتونه خون ریزی بتن، میتونه خون ریزی بتن، ایره بنام پیتویتری اپوپلکسی یاد میکنه، میتونه چی بتن خون ریزی بتن، میتونه چی بتن پیتویتری اپوپلکسی را چی کنه تشکیل بده، اینا میگن باز امی پیتویتری اپوپلکسی میتونه بایسی هایپو هایپو پیتویتریزم میتونه شده، میتونه بایسی هایپو پیتویتریزم شده. دیگه از نگاه فانکشنالش باز موست کمانش پرولاکتینوما است که پرولاکتینوما وقتی که زیاد شده شما دیگه باز با استفاده از امو چیزایی که داره ای نقاطی که داره، نه گفتم پرولاکتین که است کارش چی است، کارش چی می باشه دکتر سعید زاده، کاری پرولاکتین سنتز شیر است، بله سنتز شیر است. ببین سنتز شیر به دوش داره وقتی که زیاد شده گلکتوری میتونه بوده دیگه، کارش چرا مینوری میتونه دکتر سعید مرتضی، چرا پرولاکتین ما مینوری میتونه بوده به خاطر از اینکه گوناد و تروپین ریلیزینگ هورمون داون نمیکنه، آدم میکنه. گفتم کسایی که یک چیز یک سناریوی چی را خوانده بودن که پرولاکتین زیاد میشه از نگاه درگ، از نگاه میدیکیشن، در کدام دوا تایپ دوا را بودیم، باز میتونه که خانمایی که میگیرن میتونه که حمل نگیرن، انتی سایکوتیک بود، انتی سایکوتری، انتی سایکوتیک هست، نه انتی سایکوتیکا دید و انتاگونیست است، دیدو انتاگونیست است، وقتی دیدو رو انتاگونیزم کنیم دوپامین کم نمیشه، دوپامین کم شد پرولاکتین زیاد نمیشه. این دبیس از این نفر تو نیسته که خانم پرولاکتینوما داشته باشه، اما دبیس انتسایکاتیک پرولاکتین زیاد شده، پرولاکتین کارش هم از دکتر سیب. ببین شما یک ارتباط دوپامین با پرولاکتین بخوانی که برعکس هم دیگر هستن، و دیگه ارتباط پرولاکتین با جی ان ار اچ باید یاد داشته باشین، هر زمانی که پرولاکتین زیاد شود چی دبیس چی باشه یک تومور باشه و چی دبیس یوز آنتی سایکوتیک باشه دیگه، در دو صورت اون جی ان ار اچ داون میکنه، جی ان ار اچ که داون شود ال اچ اف اس اچ هم کم میشه، وقتی که تنبیه نشه امینوری به وجود میاد دیگه، میتونه انفرتیلیتی رو به وجود بیاره دیگه، بون دنسیتی هم کم میکنه. دکتر صاحب سازاده چرا بون دنسیتی کم میشه دبیس پرولاکتین؟ و سوال امتحان تان است، یک سانوری را آورده برتان پرولاکتین و ماست یا پرولاکتین زیاد شده و در کنارش برتان پرسان میکنه که دیگه چی دهی بودم میتونه، جوابش دیکریز بوندنسیتی است. چرا دکتر سیب سایز زده؟ به خاطر از اینکه وقتی که ما میگیم جی ان ار اچ کم میشه، جی ان ار اچ پرولاکتین که زیاد شده کم میشه، ال اچ اف اس اچ کم نمیکنه، ال اچ اف اس اچ کم میشه بله. ال چی کار میکرد؟ ال بالای کدامش داره تاثیر میکرد؟ اف اس اچ بالای کدام؟ اف اس اچ بالای گرانولوزا تاثیر میکرد، ال اچ بالای تیکا تاثیر نمیکرد، ال اچ وقتی که بالای تیکا تاثیر میکرد در خانوما اندروژن تولید میکرد، اف اس اچ وقتی که تاثیر میکرد بالای گرانولوزا اروماتیز تولید میکرد، اینمی اروماتیز آیا اندروژن را تبدیل به استروژن نمیکرد؟ این اروماتایزیشن نمیگه، میگه نه، زمانی که کم شوه آیا وقتی که اندروژن کم باشه اروماتیز کم باشه میتونه کانورژن صورت بگیره؟ نمیتونه، پس استروژن کم نمیشه، کم میشه، نه وقتی که استروژن کم شد بوندنسیتی هم کم میشه، چون میفهمی نه استروژن کی است، کدام کامپوننت زیاد میکنه بالای چیز او پی جی را زیاد میکنه، نه او پی جی که بود با رنگ لایگنت ها میچسبید، نمیبونید که با رنگ ریسپتورا بالای آستیوکلاس بچسبه و ممانعت میکرد از اکتیویشن آستیوکلاست و بون ریزروپشن رو به میساب پایین می آورد یا بون دنسیتی رو زیاد می کرد، استروژن نارمالی وقتی کم شد برعکس از دیگه، یعنی ایلاز چند براتان می گیشم دیگه ای دت خود چی بود چی بود چی و دیگه لیبیدور هم کم می کنم، در خانم کم می کنم، در چیز در مل هر دوش لیبیدو کم می شد پرولاکتین زیاد شد و دیگه این فرتیلیتی رو می تانه به وجود بیاره سیز، چون میفهمین دیگه نه عینش میکانیزمش برای جیانورج برای بچه‌ام در نظر بگیرین، الچ اف اس اچ کم شده دیگه اینا هورمون هست که باز کم میشه، چرا الچ در مردا که از بالای کدام نایه تاثیر میکنه، در مردا الچ بالای کدام نایه تاثیر میکنه، حجرات لایدک تاثیر میکنه، الچ که از بالای لایدک تاثیر میکنه اف اس اچ بالای سرتولی تاثیر میکنه، یعنی الچ که اندروژن
تولید میکنه زمانی که بالای چی تاثیر میکنه تیکا مجرات چی بودم پیشتر چی گفتم لایت اکسلز. این حال انمی اندروژن پس داخل چی میشه؟ داخل تیوبول معنوی میشه در پرسه اسپرماتوجنیز رول داره و در این زمان FSH آیا ABP تولید نمیکرد زمانی که بالای اندو سر تولید تاثیر میکرد FSH در مردم؟ اندروژن بندینگ پروتین هم حساب و این اندروژن بندینگ پروتین گفتم در اسپرماتوجنیزیس فوق العاده مهم است. این حال وقتی که پرولاکتین ما باشه ای کم باشه دودان هورمون دیگه هم که کم باشه انفرتیلیتی در میل هم تشکیل میشه. تریتمنتش چی است؟ تریتمنتش گفتم نه قبلا گفتیم اگه پرولاکتین باشه دوپامین کم است. این حال اگه دوپامین باشه پرولاکتین کم نمیشه، برعکس نمیشه. به این خاطر دو آگونیست های دوپامین برای تریتمنتشان داده میشه، مثلا برومکریپتین و کبرگولین. این دو دانه های یلت اجنت است. سوال امتحانتان است برومکریپتین و کبرگولین کی است؟ دوپامین آگونیست است. یک دوپامین، چند دانه دوپامین آگونیست دیگر هم خوانده بودن یادتان است در بخش رس دکتر سیبا میشنوین؟ بله صدال صدا سایش ما گفتم بغیر از این دوپامین آگونیستا که بروم و کریپتین و کبرگولین بود، اگر یادتان باشه در رسلس لگ سندروم هم ما دوپامین آگونیستا را خوانده بودیم. دکتر سی مرتضی نام میگیرن دوپامین آگونیستایی که در رسلس لگ سندروم میتونست تجویز شود. چی بود؟ میشنوین؟ حالا سایش شمید پرامی پیکسول روپین این رول همه تو بود؟ میشنوین دکتر سیبا پرامی پیکسول روپین این رول ایره ما دوپامین اگنستار رو در کدام کاندیشن میدادیم؟ در چی میدادیم یا تو نیست؟ رسلس لگ سندروم بود؟ دکتر سباشیمی برای رسلس لگ سندروم فرست لاین تریتمنت چی بود؟ دوپامین بود اساسی نه دیگه چی؟ گاباپینتین. گاباپینتین. گاباپینتین گاباپینتین یا چی بود؟ پریگابالین. پریگابالین گاباپینتین فرست لاین تریتمنت بود. اول پیش از این هم باید ما شما سوی فریتی نباید چک میکردیم که در بیس آی دی ای نباشه، آیرون دیفیشنسی انیمیا نباشه یا در بیس آیرون دیفیشنسی نباشه و بعد از او باز اگر این که مطمئن میشدیم فرست لاین تریتمنت از اون نبود بعد از گاباپینتین و پریگابالین است و تکنارش باز دوای دیگه هم که داده شده میتانیست اگونیست های دوپامین بود که دوجه باز پرامی پکسول و روپی نیرول بود. این دوار شما فراموش نکنید. باز در پرو لکتین ما باز چی میتیم؟ کدام دوپامین اگونیست ها میتیم؟ برومو کریپتین است و کبرگولین است نه؟ ایرا در ذهنتان بگیرین در سوال امتحانتان باز میه. بین این حاله بر ما میگه که از نگاه استالوجی گونه میتونیم که یک تایپ حجرات اندوکراین میتونه بالا بره و فرض مثال جا پرولکتین بود که لکتوتروف زیاد میشد که پرولکتین ما میداد یا میتونه که این موسکمنش بود میتونه که حجرات سوماتروف زیاد شود دیگه دینو ما داشته باشد. بازو وقتی که حجرات سوماتروف زیاد شود گروت هورمون زیاد تولید میکنن و گروت هورمون که اگه زیاد شود ادالت چی رو به وجود میاره؟ اکرومیگلی رو اکرومیگلی رو وجود اگر باز دخور ترکا زیاد شوه جایگانتیزم میده نه؟ چرا دکتر سیب ایمال دخور ترکا جایگانتیزم میده؟ به خاطر از اینکه
اپیفیزی پلیتشان تا بال بستن است. بستن است. اگر باز کرونا باشه گروت هورمون زیاد شود چون آلریدی اپیفیزیال پلیت بسته است باعث لاینر گروت شده نمیتونه میتونه زخامت استخوان زیاد شود فرانتال بوسینگ بوده دوستا کلان شود پایا کلان شود و این شکل میتونه کلان شود دیگه میتونه اجرات کورتوتروف مثلا از اینا تومور منشأ بگیره که باز اجرات کورتوتروف اس تی اچ افراز میکنه دیگه اگر اس تی اچ زیاد شود کورتیزول هم زیاد میشه نه کورتیزول از ادرینال گلند زیاد میشه کوشنگ دیزیز میده یکی از کازهای کوشنگ سندروم کوشنگ دیزیز است یعنی اگر ای سی تی اچ بالا بره که در بیس بالا رفتن ای سی تی اچ کورتیزول زیاد شوه بازی را ما به نام چی میگیم کوشنگ دیزیز میگیم همون تس نه بله کوشنگ دیزیز میگیم یعنی به معنی بالا رفتن ای سی تی اچ ایرا زیاد کرده بازی ای سی تی اچ هم اگر یک تاپیک زیاد شوه یا از خود پیتویتری گلند زیاد شوه از خود پیتویتری از خود پیتویتری زیاد شد اگه یک تاپیک زیاد شد بازو را کوشنگ دیزیز گفته نمیتونی از خودش باید زیاد شد چون بعضی از تومور را خواندی نه یادتان است کدام تومور یک تاپیک الی میتونی زیر سی تی ایش بفراز کنه سمال سل لنگ کانسر بود بله سمال سل سمال سل لنگ کانسر میتونی به طور پارانیوپلاستیک ایره قبلا هم کسایی که در پاتولوژی بودن پارانیوپلاستیکلی میتونه زیر سیتیش سیکریت بکنه دیگر ریرلی میتونه از تایر تروف هم که تی ایسه چه فراز میکنه از اینا میتونه تومور منشه بگیره اگر از تایر تروف ها که تومور منشه بگیره که تی ایسهش بالا بره شما میفهمین که به شکل سیکندری هایپر تایرویدیزم میتونه همون توست آه دیگه به شکل سیکندری چرا میگیم به خاطر ازی که از بالا تی ایسه زیاد میشه که بالای غده تایرایت عمل میکنه باز تی سه و تی چهار هم زیاد میشه اینه میگن سیکندری هایپر تایرویدیزم دیگه میتونه تومور از اینجا منشأ بگیره دکتر صاحب از اجرات گناد تروف مثلا اف اس اچ و یا هم ال اچ از اینکه منشأ گرفت فنی هورمون ها میتونه زیاد شوه یه هم بود پیتویتری یا دیرمو دیگه شوانوماست از نامش پیداست یه تومور که از کجا منشأ میگیره از شوان سل بله منشأ میگیره و شوان خودش از نیورال کریست نمیامد از نیورال کریست نمیامد و این مارکر نیورال کریست نبود صد صد بله دیگه در کنار شوانوما صد دیگه در کجا زیاد میشد بله استاد من شش از نیورال کرست ملانوما دیگه چی زیاد میشه گرانو لانگر هانس هیستیوسایتوزیس لانگر هانس سل هیستیوسایتوزیس دو با سی دی و نیم زیاد میشد همون تو بود همون تو بود نه اون مارکر سی دی و نیم بود لانگر هانس هیستیوسایتوزیس بله دیگه اینا ولی چی بود یعنی جنرال پوینت هایی بود که شما قبلا ایرا یاد گرفته یک چیز دیگر هم اگر یادتان باشه کدام فکوماتوز با شوانوما بیشتر ارتباط داشت کدام فکوماتوز NF type 2 NF type 2 نه اگر یادتان باشه بایلترال وستیبولار شوانوما یا اکوستیک نیوروما نمیتونیست بوده دبیس NF2 میتونست میتونست تنیتوز بوده هیرنگ لاس بوده و دیزینیس و بالاخره ویرتایگو ویگا پارا به وجود بیاره خوی نال بیاین میگه که موقعیت شوانوما که است بیشتر در سریبلو پونتاین انگل است یعنی ناحیه که بینین سریبلوم و پانس است اینه که قسمت اگر نظر بگین طرف اگر پانس داشته باشین پیش یعنی سریبلوم داشته باشین پیش روی سریبلوم که است پانس موقعیت داره از نگاه میت بریم باز بالاتر از پانس بالاتر از پانس مید برین است پایین ترش میدولا می باشه میدولا می باشه خب اینال ده ناحیه بین سربلوم و پانس که است نمی تومور میتونه به وجود بر انگلی که وجود داره ده اینجا سربلو پونتاین انگل میگه ده این ناحیه ده این ناحیه کرونل نرو هشت هم موقعیت نداشت موقعیت داشت در میتونی زبیس از او وستیبولر شوانوما یا اکاستیک نیوروما به وجود بیاد تومور بیناین است نمیگه میتونه کدام کرونیال نرو را بگیره 5 7 و 8 بگیره کدام کرونیال نرو در پانس قرار داشت 5 6 5 8 8 قرار داشت یعنی 6 اش که بود مدیال بود نه در بین بود نه در بین پانس یعنی 5 و 7 8 در لترال نبود در این طرف ها نبود بله قسمت لترال خود ببینید برتون 5 هفت هشت برتان داده شش نواده چون شش در بین است و ایرم گفتم بین انگلی که بین سربلوم و پانس است دیگه بین سربلوم پانس و قسمت های لترال است دیگه لترال پانس شامل میشه نه
به مقدار 5، 7 و 8 براتان دادم. اما میتونم اگه هر چی را بیره پرفرنر را بگیر، هر کرونل را میتونه بگیره، اما بیشتر اینه کرونل را واسطه و سوالایش هم بیشتر این شوانما را با بایلترال وستیبولار شوانما را بیشتر در این افتو براتان در سوالا و امتحان براتان میاره و از پیش دارم پرسان میکنه که با کدام نیوروکوتینیوز دیسوردر یا فکومتوز چه داره اسوسییشن یا ارتباط داره. اینجا هم براتان هم پیشتر هم گپی که ما زدیم هم را گفته کرونل را به 8 اینولف شود ایرمان هم وستیبولار شما نما میگه که نام دیگهش اکوستیک نیوروم هست دیگه ایره بفامین که باز هیرنگ لاس و تینیتوس و ویرتگو یا پارا میتانه با وجود بیارن و شکل بایلترال ازی باز با این افتو اسوسیشن ارتباط دارن. خب چه قسم از این تداویش رزیک میکنی؟ رزیکشن هست باید همه تومور که در برین هست تداویش تریتمنتش رزیکشن هست تا جایی که میتونی باید رزیک شود و دیگه میتونه باز بعد از رادیو سرجری شه. میگه رادیو سرجریش هم استرو تاکتیک می باشه. استرو تاکتیک چی معنا میده؟ ها؟ استرو تاکتیک رادیو سرجری هم رادیو سرجری هم میگه که ما دوز زیاده در یک ناحیه چی میکنیم انتقال میدیم در یک ناحیه در اون ناحیه تومور هسته بالاخره در اون ناحیه یک دوز چی میشه یک دوز زیاد شعاک هست انتقال داده میشه به نام استریو تاکتیک سرجری یاد میشه. دیگه از نگاه هیستولوژیک هست اوریجن شوان هست مارکری اکثرا گفتم اما تومورایی که دیگه بالاخره اوجراتی که از نورال کرست منشأ میگیرن تومورش 600 هست که در چند جایی را گفتم یاد بگیرین به غیر از شوانوما د میلانوما و لنگر هانس سل هیستوسایتوز هم یادتون باشه. دیگه از نگاه پاتولوژی از نگاه هیستولوژی اون بای فیزیک تومور داره میگه چخصم بای فیزیک است میگه بای فیزیک از اوجرات هایپر سلولار داریم و اوجرات هایپو سلولار داریم. پس بای فیزیک به خاطر این دو مرحله ای منامتنه یعنی ما در یک کتله دو ساحه را میبینیم، یک ساحه ای که اوجرات زیاد داره، این اوجرات که زیاد داره ایجا اوجراتش اشکال سپندل داره شکل های دوکمانون سپندل دوکمانون میگنه ما اجرات دوکمانون میگه دهی زیاد است و بعد از نواهی داریم که هایپوسلر است یه ججره در اون ناهی نیستی ناهی مکسویت میگه و میخاطر بای فیزیک گفته این اصطلاح رو یاد بگیرین دکتر سید این اصطلاح در سوال ها در بین سوال ها میه برتان بای فیزیک ایره نام یک نام دیگه هم داره به نام انتونی ای انتونی بی انتونی ای انتونی بی نه فهمی سعی یادم نیست که انتونی ایش هایپر سلولر میگه انتونی بی شاید تا احتمال زیاد انتونی ایش هایپر سلولر بگه انتونی بیش همو هایپو سلولر بگه یا همونایی که میکس وید است. این اصطلاح انتونی را باز در چی رم برتان یک سوال در یو ولد است در تشریش باز میره میگه انتونی ای انتونی بی باز در بین قوس هایپو سلولر هایپر سلولر گرفته دیگه ایجاد ذهنتون بگیرین شما و ایره گفتم اکثر سوالاش در این افتو میاد شکل بایلترال وستیبولار شوانمایش. اینجا تومور نیست بالا خواه شوانما اینه ببینین اینه کدام نوعی است؟ اینه چی است؟ سربلوم است نه؟ اینه کلان در پیش سر سربلوم است؟ بله اینه قسمت رو ببینید شما سربلو پونتاین انگل است که شوانوما میتونه ده این آیه شد اینه چی بود؟ پیتویتر ادینوما بود؟ پیتویتری بود اینه این آیه که از ببینید شما ویژوال فیلد نشان داده که نیموش که از دکتر سایبا اینه ویژوال فیلد هم دو آیه هست گفتم یکی نایه که طرف بینی میزل میگن او تا یکی لحظه از چی میباشه تمپورال است اما تو که ما چی داریم؟ ساحات تمپورال و نزل داریم اما تو فایبر هم داریم فایبر های نزل باز فایبر های نزل ما شما این ناحیه رو میبینن فایبر های نزل که در اپتیک نرف هست اپتیک نرف که هست فایبر های نزل داره و فایبر های تمپورال نزلش ساحه تمپورال رو میبینن تمپورالش فایبر تمپورال باز چی رو میبینن ساحه نزل رو میبینن و گفتم اپتیک های از یک ناحیه بود که تمپورال ها هم تو تیر شده میرفت و فایبر های نزلی که باز داشت دیگه فایبر های نزل باز کراس میکرد فایبر نزل دو طرف چی میکرد؟ کراس میکرد از این طرف به این طرف میره و از این طرف به این طرف میره ببینید دیجا وقتی که اپتیک های ازم کامپرس شوه یعنی دو طرف سایه تمپورال دیدن نمیتونیم چرا؟ چون فایبر های نزل در اینا یک کراس میکنه و فایبر های نزل گفتم تمپورال فیلد میبینه وقتی کامپرس شدی هر دو فایبر سایه تمپورال امپیر میشه میگه بای تمپورال هیمی انوپیا یعنی در هر چشم نیم سایه تمپورال چی میشه لاست میشه ویژوالش ویژوال فیلدش
چرا خواندین هیم انجیوبلاستوما را میخواندین؟ اگه یادتان باشه هیم انجیوبلاستوما هم در کدام ناحیه به وجود میآمد؟ در سریبلوم تشکیل نمیشد بیشتر. هیم انجیوبلاستوما گفتیم یک شکلی که مسکمانش از سریبلر هیم انجیوبلاستوما است. یادتان است؟ بله استاد، میتونست که در ریتینا و برنسیم اونجا آه در ریتینام باشه، یعنی در برنستیم اسپاینل دایا برتون دایج دایگاکس، چون بخش برین است، یعنی جا سریبلوم است، بیشتر دماغ دماغ خورد است، یعنی جا برتون یک کتله را برتون رسم کردم که ای چیست، یعنی می چی می باشه همان جو بلاست ما یک تاپیکل چی فراز میکرد، میتونست فراز بکنه ایپیو آقای پیو میتونست فراز بکنه. اگه پیو فراز بکنه چی میداد باز؟ پولیسایتوما میداد. و دیگه شما اینه ایجا رو ببینید نجا برتان همه چی را از نگاه استالجی گفته بیش سرخ سرنای سرخ سرخ زیاد اویا ها میباشد. اینجا اویا هست هیمن جی بلاستوم هست. این نایه رو ببینید دکتر سیبا، این نایه برتان شوانوما رو باز یک چیز کشیده. ببینیم بعض جایی از یک کسی هیچ اجرا نداره، بعض جایی یعنی ببینید شما این آبی آبی که میبینید ناحیه است که پر از اجرا میباشه دیگه، بعض ناحیه پیخی هیچ اجرا نداره، مکسوید هستن. بعض میگیم بای فیزیک است از نگاه هیستولوژیک، یعنی بعض قسمت هاش زیاد اجرات اسپندلی داره، بعض ناحیهش که هست هیچ اجرا نداره، این مکسوید میگیم، مکسوید ایریا است. خب ببین دیگه چایلدهود تومورا رو میخونیم. گفتم از نگاه قانون عمومی تومورایی که در برین بود پرایمری و چایلد هودش از نگاه موقعیت انفراتنتوریال بود، نه اکثرا میتونست انفراتنتوریال باشه، یعنی پوینتر از سنتریوم چی داشته باشه، موقعیت داشته باشه. خب دوباره از تومورا که است، یعنی شکلی که پیشتر شما خواندین در ادالت بود، او هم از استروسایت منشأ میگرفت، نامش جی بی ام بود، اما شکل بیناین از او که از استروسایت منشأ میگیره، توموری که بیناین است از استروسایت منشأ میگیره، میتونه در چایلد به وجود بیاد. ایرا پایلوسایت یک استروسایت ما میگه، ایرا مورجن شما استروسایت هست، هم جی اف ای پی پوزیتیو میباشن از نگاه مارکر، جی فاب پوزیتیو هستن پایلوسایت ها، اما لو گرید تومور میباشن. قبلا خواندیم شما جی بی ام های گرید نبود، گرید 4 نبود، های گرید یعنی گرید 4 استروسایت ما بود، اما تو بود نه برای مالیگنان میگفتیم، اما یکی از لو گرید می باشه. لو گرید به ایمانو که ویل دیفرنشیتید منو می تانی، اما توست؟ بله آه با این شکل، و این باز موست کمان پرایمری برین تومور در اطفال است، اما موست کمان ملیکنن تومور در ادالت جی بی ام بود، اما اگر در بخش پرایمری بیم در اطفال بیم موست کمان شمی پی سی پی پایلوسایتی که از رو سایتو ما می باشه. خب ویل سرکم اسکرایب است، اطرافش میگه خوب صحیح مشخص است، و این در اطفال می باشه، عمدتا در پوستری رفوسا می باشه. انفراتنتوریال این در سریبیلوم بیشتر میگن، بیشتر موقعیت انفراتنتوریال در سریبیلوم داره، میتونه میگه سوپراتنتوریال هم باشه، پیشتر براتون گفتم میتونه سوپراتنتوریال باشه، بود ما یک جنرال پوینتی که برای یاد کردن میتونیم بگیم چایلدهود پرایمری برین تومورا موقعیت انفراتنتوریال داره، اما میتونه بعضی تای سوپراتنتوریال هم موقع داشته باشه، گفتم پروگنوزش خوب است پایل سایدی گاستر سایت مورا. خب از نگاه هیستولوژیک چه قسم حجرات میبینی؟ حجرات نیوپلاستیک بای پولار میبینی میگه که ازش مثل پروجکشن ها هیر لایک داره، که ازش یک مویکا برآمده، یک چیز یک برآمده پروجکشن داره هیر لایک، چون ازش برآمده ایره به مو تشبیه کرده. خب اسوسییشنش میگه با چی است؟ با مایکروسیست است، یعنی این تومورا میتونه هم سیستیک باشه و هم میتونه فایبرهای روزنتل داشته باشه، یعنی ناحیه سالید داشته باشه. تومورای پایلوسایت گاستروسایت ما دو کامپوننت عمدتاً داره، یکی میتونه ناحیه سیستیک داشته باشه و یکی هم ناحیه سالید میتونه داشته باشه، یعنی ناحیه سالیدش باز فایبرهای روزنتل میباشه. این فایبرهای روزنتل به نام ایسانفلی کورک اسکریو فایبر، فایبرهایی است که تاو 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 پچ خورده هستن و سرخ میباشن. این نظر به مو منظره که دیدن دیگه چی کردن این اصطلاحات برش استفاده میکنن. و یک سوال از دی ولت اینمی اصطلاحات بیان کردن که میگه روزنتال فایبر داره، نیفومی داره، سیستی کامپوننت داره، سالید داره. یک سوال از بازمیر تشریح میکنه سوال پایلوسایت یک استروسایت ماس کامپوننت سیستی داره، میگه کامپوننت سالید داره. این رو ذهنتون بگیرین دیگه، یاد بکنین دکتر سیم دیگه. ما میدالو بلاستوما داریم، باز میدال و بلاستوما که است یک تومور مالیگننت است که در اطفال میتونه کمان باشه،
اما گفتم اگر ما شما اوورال در نظر بگیریم پایلوسایت یک از سروسایت ما زیاد است. اگر مشخص باز ما برای ما در اطفال کلمه مالیگننت استفاده کرد میدال و بلاستوما زیاد می باشه. این تومور هم در سریبیلوم موقعیت داره، مثل که پایلوسایت یک از سروسایت ما موقعیتش در پری سریبیلوم بود. گفتم تومور که در اطفال از اکثرا انفراتنتوریال بیشتر در سریبیلوم موقعیت داره. فاینالی وقتی که در سریبیلوم موقعیت داشته باشه شما میفهمید پیش روی سریبیلوم پانس نیست، پیش روش پانس هست، یعنی بین پانس و سریبیلوم که از فورد ونتریکل است، یعنی فورد ونتریکل ای تومورا پس میتونه کامپرس بکنه چون در خودش در سریبیلوم است. پیش روی سریبیلوم پانس است، بین پانس و سریبیلوم فورد ونتریکل است، میتونه ایره کامپرس بکنه. وقتی کامپرس کنه آیا ابستراکتیو هایدروسفالوس نمیته یا نان کمیونیکیتینگ هایدروسفالوس نمیته؟ این حال وقتی که پتوی سی اس اف مختل بکنه آیا آی سی پی بالا نمیره و هایدروسفالوس به آی سی پی بالا نمیره و بیرستد فشار داخل قف که بالا سردردی پیدا میکنه، میتونه پاپلیدیم از نگاه فاندوسکوپیک اگر اپتیک گیس که ببینه اطرافش سویلینگ داره. ایرم یکی از علوم چیزایی است که آی سی پی بلنده برای ما شما نشان میده. و دیگه دکتر سیبا گفتن در سریبیلوم که موقعیت داره میتونه در سریبیلر ورمیس موقعیت داشته باشه، یعنی میدل و بلاستوما. شما میفهمین ورمیس که از امو کواردینیشن یا امو عضلات چیزایی که در عضلاتی که قسمت ترنگ بود اونم برای ما شما میکرد. این حال اگر امی تومور موقعیت داشته باشه در این ناحیه رو امپیر کنه ترنک الا تکسی نمیده، مثل از اینکه کرونیک الکوهول یوز میتونست که ورمیس دیجنریت کنه ترانکل اتکسی بوده، این تومور هم میتونه که وقتی که در ناحیه ورمیس باشه ترانکل اتکسی ها بوده. یعنی اگه اصطلاح دیگه که بسیار مهم است استفاده میشه همراه با بدل و بلاستوما دراپ متاستاسیس می باشه. دراپ چی معنی میده؟ افتیدن قطره. آفرین، دراپ قطره معنی میده. قطره وقتی که باشه مفته پایین نه همونطور است. آه دراپ قطره که باشه مفته. دراپ متاستاز به این معنا میده که یعنی این تومور در برین است که در سریبیلوم اکثرا می باشه میدر و بلاستوم. این میتونه مثل از اینکه پایین در ساختمانه که در پایین موقعیت داره بفته کجا میره؟ میتونه در اسپاینال کورد بره و متاستاز بوده. از بالا پرایمری سایکش بالا می باشه، میتونه پایین بفته مثل اما تگسلار استفاده کرده چون متاستاز میتونه از ساختمان بالا به ساختمانی که در پایین ترش موقعیت داره مثلا اسپاینال کورد که در پایین تر از برین است ایره دراپ میتاستاز میگه، میتاستازه شده از پاینل کورد. این اصطلاح یاد بگیر. خب میگه تومورا امون نیورکتو درمال ریژن داره و از نگاه هستالوجیک یک اصطلاح خاص بسیار استفاده میگن به نام هومر رایت روزید. روزید چی را میگه؟ سرخ سرخ حالا نمیگم آمو ما دیگه گلو را میگه نه به نظر میگه نه گل روز سرخ ای را به خاطر چی باید تشبیه کرده؟ به خاطر از این باید تشبیه کرده که چی هسته؟ ببینید نجرات میگن این را برای اصطلاح را براتون اکسپاند کرده. هومر رایت روزید چیز میگه؟ در حقیقت میگه مجرات توموریسته که به شکل سرخ فرد فرد میباشه و رنگ آبی را داره. رنگ آبی برای ما گفتم ما های مایتاتیک اندکس نشان میده و در اطراف چیز در اطراف یک ساحه به نام نیوروپیل میباشه. نیوروپیل چی معنی میده کس میفهمه؟ نیوروپیل چی معنی میده؟ نیوروپیل کی هسته؟ یک ساحه است که یک ساحه می باشه نیوروپیل که از اکسونات تشکیل می شده باشه، از دندروید ها تشکیل می شده باشه و از پروژکشن های گلایل سلا تشکیل می شده باشه. بیاین براتون نیوروپیل تشریح کنم. ببینین نیوروپیل چی معنی میده؟ ما در نیورون سه قسمت داریم همون تو بود؟ یکی سل با یکی دندروید ها بود، یکی سل بادی بود و بعض باز اکسونا بود نه؟ بله صدا با این شکل می باشن. خب این حال وقتی که یک نیورون دیگر هم در نظر بگیری این تعین ساختمان ها را داره. نیوروپیل چی از این پروژکشن هایی که نهایات اکسون داره، پروژکشن هایی که دندرایت ها داره و پروژکشن هایی که حجرات گلایل داره. شما می فهمین ما در سینس که از در کنار نیورون ها که از حجرات سپورتیف به نام گلایل سل داریم. این حال پروسیس از اینا مکمل وقتی که اینا کمباین میشه یک ساحه را تشکیل میده. پروسیس های از اینایی را به نام نیوروپیل یاد میکنن. این حال دهی میدل و بلاستوما که اینی برای ما گفتم میدل و بلاستوما از نگاه هستالوجیکی هستن ما یک ساحه را میبینیم که در قسمت سنترش پروسیس های اکسون، پروسیس های دندرایت همراه با پروسیس های حجرات
گلایلی که در برین است، اینا چی شده؟ یک اجتماع را تشکیل داده. در اطراف از اونا باز ما جراتی چی داریم؟ جراتی آبی بسیار خورده داریم. کیرا میگه مکمل باز به هومر رایت روزه چی کرده؟ تشبیه کرده. باز در این افراد دیگه ساین اپ تو فایزین مثبت است. دکتر سمیمل ساین اپ تو فایزین مارکری کدام حجرات بود؟ نیوروندوکراین سلا نبود؟ بله نیوروندوکراین. آه مارکری نیوروندوکراین سلا بود. نیوروندوکراین سلا که از یک از مارکرهای ساین اپ تو فایزین بود. و ایجا پیشتر براتان میگه که این تومورا که است از نگاه اوریژن نیوریکتو در عمل است. به خاطر اون هم میتونه ساین اپ تو فایزین در اینا چی باشه؟ پازیتیو باشه. این اصطلاحات هومر رایت روزیت چیزا رو یاد کنین که خیلی کمکتان میکنن. اگر هم یاد یاد بکنین و مفهومش یاد بگیرین، باز پس هم دیگه در کسایی که سوالا یول ده میخونه وقت کم مصرف میکنن در یاد کردن از اونا. دیگه پندیم ما داریم، اگر قبلا خوانده باشین اجرات پندایمال سل در کجا بود؟ ما گفتیم این گلایل سلا در جدار وینتریکال ها نمی باشه. بله در ساختن سی سف آرول داره. اونا میگه براتون این پس وقتی که ما اپندیمال بگیم به این معنی که اجرات است که از اپندیمال سلا منشأ میگیره، تومورایش از اپندیمال سلا منشأ میگیره و این بیشتر اپندیمال سلایی که در ونتریکل چهارم هستن تومور از جا منشأ میگیره، یعنی بیشتر اپندیمال ما که از در فورد ونتریکل میباشه. خواهد سایز یک تومور که در فورد ونتریکل باشه های هایدروسیفالوس نمیته بند نمیکنه مسیره ساحه را بند میکنه دیگه، نه در بین لومین میتونه که یک مس باشه دیگه، دیگه باز او ساحه را بند میکنه و نمیتونه استروسفالوس هایپو ابستراکتیو به وجود بیاره. پروگنوز ازی خراب است، مثل ازی که جی بی ام خراب است ای هم خراب میباشه. خب از نگاه هیستولوژی چگونه منظره داره؟ منظره پرو واسکولار سودو روزیتا داره. شما ببینید که سلای هومر رایت روزیتا خواندین که مربوط به میدل و بلاستوما بود، اکسپلینشنش هم خواندین و یالی در اپندایموما که از این اصطلاح رو براتون استفاده کرده. پری واسکولار سودو روزت میگه. پری واسکولار سودو روزت چی معنا میده؟ یعنی چه براتون بازم و تشریحش براتون گفتم، یعنی ما و شما چی داریم؟ ویسلکا داریم یا ویاکا داریم در اطراف از حجرات توموری قرار داره. اینا میگن پری واسکولار سودو روزت، در اطراف اویاها حجرات توموری قرار دارن. این اصطلاح پری واسکولارش براتون خیلی کمک کننده است به خاطر تشخیص اپندایموما. سوالا یوولد است این اصطلاح رو براتون استفاده کرده، پری واسکولار سودو روزت. و دیگه یک چیز دیگر هم امرایش میشه که شما در ذهنتون بگیرین، اینمی حجرات که توموریز را میتونه راد شیپ باشه. اینا راد حجرات توموری که راد شیپ است اینا بلافرو پلاست میگن نامشه. نام ها را مانده دیگه که اصطلاحات پاتولوژیک رقم است که نزدیک هسته هایش میگه ما میتونیم که نزدیک هسته های حجرات ساختمان های میله شکل پیدا بکنیم. ایره به نام بلیفرو پلاست میگه در حجرات توموری. این اصطلاح را ما خود نشنیدیم دیجا تا بال در سوال ها نیدیم، اما اینه پریوسکولار سودو روزت شد دیدیم. خب دیگه کرانیو فرنجیوم ها میباشه. کرانیو فرنجیوم ها را یک مقدار شما در درس های قبلی هم خوانده بودین، نه؟ مثلی که پیتویتری ادینوما بای تمپورال هیمیانوپیا میداد، آیا کرانیو فرنجیومی ها هم نمیتونه سیاپتیک از ما کمپرس کنه؟ آه میتونست، نه؟ میتونست که اپتیک از ما یه هم کمپرس کنه. قبلا هم براتون پیشتر که در ادالت پرایمری برین تومور بود گفتم اینی کرانیو فرنجیوم ها صحیح سکی یک تومور است که میتونه در اطفال هم باشه، میتونه موقعیت سوپراتنتوریال داشته باشه. در کدام ناحیه؟ از کجا منشأ میگیره کرانیو فرنجیوم ها؟ از کدام پاوچ؟ قبلا خوانده بودین رتکیز پاوچ. آه رتکیز پاوچ، آه رتکیز پاوچ که است ما شما که است در پیتویتری گلند که است دو ناحیه داشتیم، نه یک قسمت های انتریور پیتویتری بود یکی هم پوستریور پیتویتری بود. انتریور پیتویتری از یک تو درم نمی آمد؟ از یک تو درم آه باز پوستریورش از نیورال تیوب نمی آمد؟ از نیورال آن نیورال تیوب انتریورش از سرفیس اکتودر می آمد، نه؟ سرفیس اکتودر می آمد. یک پاوچک داشتیم ردگیز می گو و اگر بقایای از یا رمینین تزی باقی می ماند اون هم میتونست که باز کرانیو فرنجیما را تشکیل بده، رمینین ردگیز پاوچ کرانیو فرنجیما را به وجود بیاره. این کرانیو فرنجیما چند خاصیت داره؟ میتونه گفتم سوپراتنتوریال باشه، یک اصطلاح خیلی مهم است باید همیشه یادتان باشه سوپراتنتوریال، و دیگه کلسیفای میتونه باشه. این بسیار مهم است، یعنی کلسیفیکیشن ها. ببینید براتون سی که در اول کرانی فرنجیوم هست
ایره هم براتون سرخ کرده، کلان کرده و ایره ارتباط داده با کالسیفیکیشن، میگه تومورا میتونه کالسیفای شه و ایده مسا میتونه کلسیم بشینه. صحیحه این کالسیفیکیشن ها کمن است یک گپ و دیگه میتونیم کانفیوز کنیم با پیتویتری ادینوما، چون هر دوش میتونه با تیمپورال هیمیانو پیا بوده. و دیگه اگر این تومور کوور داریم پس دوباره میتونه کلان شوه، پس دوباره ریکرنس داره. دیگه این اصطلاح خیلی مهمه که در سوال امتحان میه، از بقایای ردکیس پاوچ میتونه منشأ بگیره، که خود ردکیس پاوچ نورمالی انتریور پیتویتری را تشکیل میده. دیگه اگه اصطلاح دیگه هم همراه با شما همیشه یادتان باشه، با سیش البته، ببینید سیش کلسیفیکیشن، با سی دیگهش میتونه کلسترول داشته باشه، کریستالای کلسترول در تومور باشه. کلسترول کریستال ها میتونه به شکل ایر اگه سلا را برتان استفاده کرده به نام موتور آی لایک فلوید ویتین ده تومور، این داخل تومور میتونه کریستال های کلسترول موقعیت داشته باشه. یعنی ببین دکتر سیبا اینه چیزی برتان پیشتر گفت نه؟ یعنی چی هسته؟ یعنی ببینین گلکار رو میبینین شکل گل نداره سودروزید، ببینین قسمت ها نیوروپیلا هسته در اطرافش چی هست؟ حجرات آبی آبی نمیبینین؟ اسمال بلو سل نیست؟ یعنی ناحیه که براتون خالی رسم کرده در قد نیوروپیل میباشه، یا پروسس های اکسون دندرایت و پروسس های گلایل سلا در این هست، در اطرافش باز اسمال بلو سل میباشه. یعنی رو باز میبینین؟ یعنی سرخ سرخ چی مانا میتن؟ آبی هست؟ آبی هست؟ با در اطرافش ببین از جرات نیست ها ایران این واسکولار سود روز این سر خاکا که است اوی از با در اطراف بیش جرات تجمع پیدا کرد ایر پاس واسکولار سود روزیت میگه دای پاین دویم ماست. ببینید کرونی فرنجوما، یعنی کرونی فرنجوما را کلسیفیکیشن این نایه برتان نشان داده که میگه میتونه کریستالکای کلسترول هم دهی باشه، میتونه کلسیفای هم باشه. با استفاده از این شما میتونه نتایج پیدا بکنین. در برین تومور های خوبی داره که زیاد گپار براتون میگه. شما دیگه بازار کدامش که در گیرتان افتید باید حداقل چند بسیار چند مشخصه مهمایش باید یاد داشته باشین. خب بیاین انال پلینگلند تومور رو میخونیم. ما قبل از اینکه شروع بکنم از دکتر سه بیمال پرسان میکنم پینیال گلند در چی رول داشت؟ در کدام ریتم رول داشت؟ سرکادین ریتم. همراه با کدام؟ همراه با چی؟ همراه با چی؟ همراه با کدام هستن؟ یک زوم بود. سوپراکایزما تکنیکلاس بود. سوپراکایزما تکنیکلاس. سوپرا کازماتیک نوکلیاس پینیال گلند چی فروز میکرد؟ سوپرا کازموتینگ میلاتونین. میلاتونین فروز میکرد. میلاتونین. اینا شما دیگه پینیال گلند تومورا را میتونید. یک چیز دیگر هم شاید تا بال نخوانده باشین و براتون جالب هم باشه. ببینین شما جرم سلا را میفهمین دیگه نه؟ جرم سلز. جرم سلا که هسته در جریان از این که رشد صورت میگیره میتونه مهاجرت بکنه، مایگریشن بکنه. یک از جایی که جرم سل مایگریشن میکنه کجاست دکتر سیمان؟ پینیال گلند. چی هست؟ اینمی میگه اینمی باز جرم سل ها پینیال گلند هم میتونه میگه تشکیل بوده جرم سل. صحیح صحیح از ذهنتان باشه، من میخواد رو براتون بگه سلار استفاده کرده میگه پینیال گلند تومورایی که در پینیال گلند است میگه موست کاملی اکسترا گونادال جرم سل تومور است. نورمالی جای جرم سل ها کجاست؟ گوناد هست دیگه نه؟ نورمالی جای جرم سل گوناد نیست؟ بله نورمالی در کنارش گفتم در جریان امبریانیک دیپلم خورد که میباشی در وقتی که انکشاف میباشه در وطن این حال جرم سل ها مایگریشن میکنه. یک از جایی که مایگریشن میکنه پیلین گلند هسته. یه میگه تومور های زیره به نام اکسترا گونادال جرم سل تومور هم یاد میکنه. به میخاطر از نگاه مشابه به کدام تومور ها میتونه باشه میگه؟ تستیکولار سیمینوما. مشابه به تستیکولار سیمینوما میباشه. به خاطر میگه باش. که نمی جرم سل ها در پینیال گلند در جریان مرحله امبریونیک و تو مایگریشن میکرده باشه در این آیم میرفته باشه جای میگرفته باشه و پینیال گلند تشکیل میده. انال باز انمی از امی جرم سلا میتونه تومورا منشأ بگیره، چون د پینیال گلند است، تومورای پینیال گلند است خارج از ناحیه گوناد است و خاطر اکسترا گونادال
جرم سل تومورا را هم پینیل گلند تومورا را بنام اکسترا گناه داد جرم سل تومور هم میگن انسیدنش دمیل زیاد است پینیل گلندی داد میل زیاد است دیگه میتونه که کامپریسیف سپتوم داشته باشه پینیل گلند تومور و قبلا شما یک چیز چه خواندین یک سندروم تشکیل میده در بیس کامپریشن در بخش چی خواندین درسای قبلی یک سندروم میده چی بود نامش دکتر صاحب سعیدزاده شما میشه که بگین آیا می پینیال گلند تومور ها نمیتونید دور سلمیت برین کامپریس کنه پرینوی سندروم تشکیل میده در پرینوی سندروم ورتیگال گسپلسی بود نه در قسمت دور سلمیت برین سوپریور کالیکولاسان است بله استاد سوپریور کالیکولاس ها یکی ما اینفریور کالیکولاس داشتیم یکی سوپریور کالیکولاس سوپریور کالیکولاس آیا در ویژوال پتوی رول نداشت؟ رول داشت نه؟ در کدام گیس؟ در ورتیکل گیس سوپریور کالیکولاس در ویژوال پتوی رول داشت؟ در ورتیکل گیس و باز اینفریور کالیکولاس در آدیتری پتوی بود نه؟ گفتیم چشم بالاست دیگه دیده میتونین مربوط به چشم کنین و گوش پایین است inferior calculus inferior پایین نه میتونین با گوش رو ارتباط بدید the vertical gaze پس ببینین اینا اگر همی تومورایی که در پینیال گلند است گفتم کامپرسیف سپتوما میتونه داشته باشه میتونه از نگاهی که موقعیتش بالای قسمت های دورسل میتبرین ناحیه دورسل میتبرین بنام چیت میکنن بنام چیت میکنن تکتوم به نام تکتوم اینال تکتوم ها اگر فشار داد اینه کالیکولاس ها میتونه کامپریس شود وقتی کامپریس شود پرینوی سندروم میده در پرینوی سندروم ورتیگل گیز پلسی به وجود میاد چرا بخاطر از اینکه سوپر کالیکولاس چی شده کامپریس شده دیگه میتونه کرونال نروار هم کامپریس کنه به او خاطر هم میتونه ورتیکل گیز پلسی به وجود میاد دیگه کامپریسیو سیفتومش دکتر سیبو فشار آوردن بالای چی هست بالای اکویدکت سریبرال میباشه یا بالای سلویندک سلویوس دک میباشه سل شما میفهمی سلویو زک سه و چهار ونتریکل شبه هم ارتباط میند این حالی این تومورکا میتونه بالای مینایه فشار وارد کنه وقتی فشار وارد کرد ابستراکتیو هایدروسیفالوس یا نان کمیونیکیتنگ هایدروسیفالوس میده این هم چی است کمپرسیو سپتومی پینیال گلند میباشه این یه شخ پیشتر براتون گفتم پرینیوی سندروم که یه بیسی کمپریشن قسمت های دورسل میت برین که بنامی تکتوم است در این آیه میتونه کالیکولاس ها پیچک شده فشار وارد سرش شده سرش و چی بوده و ورتیکال گیس پلسی بوده یک تراید دارم میگه که اولش برات گفتم ورتیکال گیس پلسی یا اپورد گیس پلسی دیگه نایستگموس میتونه بوده و دیگه یک چیز دیگه لایت نیر دیسوسییشن میتونه بوده لایت نیر دیسوسییشن چی معنی میده دکتر سیبا به این معنی که اکامیدیشن در نفر انتکت هستن یعنی زمانی که یک چیز از نایی دور طرف بینیش نزدیک کده بری پویپولاش کانسترک میشه خورد میشه اما وقتی که لایت بندازی سرش لایت سرش کار نمیکنه در مقابل لایت نارمالی باید پوپیل کانسترکت شوه نه بله آره ما پوپیل رو لایت میسازه داخل پوپیل رو لایت ریفلکس داشتیم نه پوپیل رو لایت ریفلکس داشتیم زمانی که اگر لایت مینداختی سر چشم با خودش پوپیلا خرد میکرد خدا به خاطر از اینکه چون نور از سرش انداختی و از اون طریق نور داخل چشم میشه و دیگه پوپیل خرد میشه تا اینکه انترنس نور کمتر بسازه چون نور زیاد است در کسایی که پرینوی سندروم داره باز این یک لایت نیر دیسوسییشن داره یعنی به این معنی که اگر لایت سر چشمایش بندازی پیپلش کان استریک نمیکنه چرا به خاطر از اینکه امو فایبرای پاراسمپاتیک او طرف میشده باشه اما اکامیدیشن داره به خاطر این به این معنی که دو پتوی متفاوت داره اکامیدیشن چی معنی یعنی وقتی که قلم از هر چیزی کس می طرف قلم بیبی قلم از طرف چشمایش نزدیک میکنی طرف بینیش نزدیک میاری میگه طرف قلم بیبی میبینه باز پیپلش خرد میشه این هم میگه light near dissociation بین light و بین near وقتی که نزدیک میکنی اکامیدیشنش چک میکنی بین از اینا dissociation عدم هم پارچگی موجود است در مقابل اشیایی که نزدیک میکنی پیوپیلش خرد میشه اکامیدیشن داره به ایمانو اما در مقابل light اکامیدیشن نداره دیگه بود این هم درستان بود دیگه شمی بونیم به روزی بعدی ان شاء الله که موفق باشید.
یه استادی نیرولوژی پدر زیاد شد به خدا چی چکه داره خلاص نمیشه ما خبرتون گفتم مختصی باشین بسیار زیاد است شکل مرا چی کده خدا میرم آه. زنده باشید استاد سلامت باشید تشکر استاد شبتون خوش تشکر استاد بخیر باشید